ستایش من پیشکش آن اهورایی که می میراند و سپس زنده می گرداند. رضا ابراهیمی هستم، ارادتمند همه شما عزیزان و خوبان. دوستان گرامی، این کلیپ رو اختصاص دادم به یک سری قبوری که به صورت حفره‌ای هستن و بر روی اونها پوششی از سنگ قرار گرفته. خدمتون عرض بشه که این قبور بسیار ساده‌ای هستن که ابتدا خاک برداری می‌کردن و در برخی موارد جسد رو می‌ذاشتن و روی جسد اطراف جسد لوازم و ابزار کار یا وسایل زندگیش رو می‌ذاشتن و روی اون خاک می‌ریختن و به نوعی جسد رو به حالت چنباتمه می‌ذاشتن و روی اون خاک می‌ریختن و بر روی اون پوششی از سنگ قرار می‌دادن. معمولا این قبور معماری خاصی نداره. افرادی که یک مقدار متمول و ثروتمندتر بودن قبرشون یک مقدار تفاوت داشت، یعنی حفاری میکردن، خاک برداری میکردن، دورش رو سنگ میکردن، کفش رو سنگ میکردن و قبرش رو شبیه خونه‌ای که زندگی میکرد میساختن. اون مورد قبلی هم که گفتم شخص رو درون قبر میگذاشتن خیلی ساده، برای افرادی که واقعا خونه های خیلی ساده ای داشتن قبرشون رو به همون شرایط میساختن. در هر حال خدمتون عرض بشه که با توجه به موقعیت اجتماعی خیلی عرض کردم معماری خاصی نداشت، فقط جسد رو به حالت چنباتمه یا بدون پوشش سنگی، اطراف سنگی و کف سنگی برای افراد ضعیف و فقیر و برای افراد متمول سنگ فرش و دیواره های سنگی و روی اون رو می پوشوندن و مقداری خاک و سپس پوششی از سنگ های فراوان می گذاشتن. خدمتون عرض بشه که در همین نوع قبور ما معمولا می بینیم قبرهایی که دو تا جسد داخلش هست، یعنی اگر شخصی نزدیکترین فردش مثلا چندین سال قبل فوت کرده باشه همون قبر رو باز میکردن، استخونهای فرزن پدر رو جمع میکردن در یه گوشه قبر میگذاشتن و جسد بعدی رو، فرد بعدی که فوت کرده رو دقیقا در کنار جسد متوفای قدیم میگذاشتن. مورد دیگه هم در همین قبور حفره‌ای که پوشش سنگی دارن رو داریم که به صورت قبر رو میگذاشتن، روی اون قبر یک جسد دیگه‌ای میگذاشتن و به نوعی حالت دو طبقه بود. معمولا این قبور خیلی ارزشمند نیستن، نهایتا میتونه ابزار کار شخص یا وسایل شخصی داشته باشه و ارزش کند و کاو هم نداره مگر اینکه خلافی ثابت بشه. ممنونم از تک تک شما دوستان گرامی، امیدوارم هر جا که هستید ایام به کامتون باشه و هیچگاه به دنبال تفسیر عکس نباشید. بارها عرض کردم تفسیر عکس یک توهمی هست که در تک تک در سلول های مغزی تک تک ماها رسوخ کرده و به محض اینکه شخصی رو میبینیم که در باستان حرفی برای گفتن داره شروع میکنیم به ارسال عکس. سعی بکنید از این به بعد ارسال عکس رو متوقف بکنید، به جای ارسال عکس ارسال نام داشته باشید، نام مکان، زنجیره اسامی از بلندگاه تا پستگاه. لایک و سابسکرایب یادتون نره، تنها راه حمایت شما از ما همین لایک ها و سابسکرایب ها و اینکه کانال ما رو به سایر دوستان فرهیختتون معرفی بفرمایید تا کانال بالا بیاد و حرفی برای گفتن داشته باشه و سایر دوستان بتونن از
مطالب آموزشی کوتاه کانال استفاده رو ببرن. مثل همیشه، دعای همیشه، امضای خدا پای تمام آرزوها و رویاهای شما خوبان. رضا ابراهیمی هستم، خالق هستی، نگاهبان شما خوبان.